یه ساعت پیش که پلیس امنیت زنگ زدن به هم گفتن آقای فتلی بیا که واکسن تقلبی برای کرونا گرفتیم آستر تنم لرزید گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از واکسن های تقلبی در بازار سیاه ایران یک باند چهار نفره در کرج یک میلیون از ایشون که میرسید به دست این کسی که میآورد مردم میخواد بفروشه با همکاری این پزشک اینها می اومدن اینو میدادن به ده نفر باز یه یعنی هر یه دونش برای ده یه نفره. دونش برای ده نفر 10 تاش بین 5 و 500 تا 6 میلیون تومان یعنی بین 55 تا و 60 و میلیون تومان یعنی دونه دونه. هر یه دونه, دونه که برای ده نفر 60 میلیون این 600 میلیون تومان معاون عملیات پلیس امنیت گفته که این باند با دریافت مبالغی کلان حداقل به سه هزار نفر واکسن تقلبی تزریق کردند. پوکه یا ویال های واکسن های مصرف شده را با کمک نیروهای خدماتی بیمارستان ها پر کرده و به عنوان واکسن آسترازنکا به شهروندان تزریق می کردند. استیصال و نگرانی شهروندان ایرانی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا در ماه‌های گذشته به خصوص با شیوع سویه دلتا در ایران سبب شده که حتی از راه‌های پرخطر و غیر استاندارد هم که شده به دنبال تزریق واکسن باشند ماه گذشته تعداد زیادی از شهروندان ایرانی دست به دامان ارمنستان شدند پیرو جوان اکثرا از راه زمینی بعد از معطل شدن در مرز به این کشور رفتن بدون اینکه از واکسینه شدن اطمینان داشته باشند واکسن هایی که اگر وارداتشان زودتر انجام میشد شاید این پرستاران در بیمارستان الزهرای اصفهان با این وضعیت روبرو نمی شدند تمام رگا پشت وارسی شد ما هر کدوممون یه نفر از خانواده از دست دادیم هر از این یا خودش دو سه بار شلقه. کرونا گرفته یا یکی تو خانواده‌اش از دست کرونا به قدری همگیر شده که حتی به چهره های معروف و سرشناس هم رحم نمی کند دیروز سه‌شنبه بستگان فرشته طائرپور یکی از تهیه کنندگان سینما تایید کردند که او بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته است. تنها چند روز پیش بود که علی سلیمانی بازیگر سینما هم تسلیم کرونا شد. درگیری ریه مبتلایان به کووید در ماه گذشته تقاضا برای اکسیژن را در ایران بالا برده و بسیاری از مراکز درمانی را با کمبود کپسول اکسیژن روبرو کرده. گزارش اختصاصی ایسنا از مشهد نشان می دهد که بسیاری از شهروندان این شهر به خاطر پر شدن ظرفیت بیمارستان ها مجبورند که به صورت آزاد با پرداخت حداقل سه میلیون تومان کپسول ده لیتری اکسیژن بخرند تا بتوانند بستگانشان را که به کرونا مبتلا شدند در خانه بستری کنند. تقریبا میشه گفت از ساعت من پنج اینجام با سه تا کپسول دلیفی الان حدود ساعت 8 سه ساعت تو صفم با سه تا کپسول دلیفی سه تاشم روهم اگه دوازده 13 ساعت کار کنه به غیر از اکسیژن تجهیزات و ملزومات درمانی دیگر هم مانند سرم و تخت در ایران کم یاب شدم در میان همه کمبودها بی برنامگی ها و سوء مدیریت ها آمارها حاکی از گسترش روزافزون بیماری کووید 19 در میان ایرانیان است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، حالا شناسایی روزانه مبتلایان جدید به این بیماری با ثبت رکوردی تازه از 50 هزار نفر هم فراتر رفته. بر اساس همین آمارها تعداد قربانیان روزانه کرونا هم برای سومین روز پیاپی بیش از 600 نفر بوده این در حالی است که سازمان نظام پزشکی ایران میگوید آمار واقعی مرگ و میر بیماران کرونایی چند برابر آمارهای رسمی است آماری که با برگزاری مراسم ازاداری این چنینی بعید به نظر میرسد در آینده نزدیک روند نزولی پیدا کند مهران کریمی رادیو فردا